الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هموطنان عزيز، مهمانان گرامی، خواهران و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجتماع جمع از افغانها در قلب امریکا و در خانه ملت بزرگ امریکا، تالار کانگرس، نمونه دوستی و احترام متبادل میان افغانستان و ایالات متحده امریکا است. ما امروز هم مهمان و هم میزبان هستیم. مهمان به خاطر وجود ما در این تالار تاریخی و میزبان به خاطر اینکه از چند دوست امریکایی و مخصوصاً از برخی از اعضای محترم کانگرس در یک محفل افغانی پذیرایی می نماید و ایشان مهمانان ما هستند. ایشان خوش می آیند به نزدیکی بعضشان تا هنوز نرسیده و هموطنان عزیز ما نیز با تحمل زحمات و از فاصله های دور و نزدیک خوش آمدند و امید که هر قدمشان به حیث سعی و کوشش خالصانه در خدمت وطنشان محسوب گردد. برادران و خواهران عزیز، وقایع سیاسی افغانستان در 30 و چند سال گذشته چی از نظر جسامت و اهمیت و چی از لحاظ تأثیر آن در اوضاع سیاسی منطقه و جهان و چی از نقطه نظر پیامدهای آن وقایع در حیات سیاسی و ملی مردم افغانستان، بدون شک عناوین برجسته و مهمی را در تاریخ سیاسی جهان مخصوصاً در اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21 تشکیل میکند. دهه 1980 برای ملت افغان یک دهه خونین اما افتخار آفرین بود. ملت افغان به حیث یک ملت مسلمان و مجاهد در برابر تجاوز عسکری بزرگترین قوای نظامی آن وقت، یعنی اتحاد شوروی، به پا خواست و در طی 10 سال به قیمت 2 میلیون شهید و 5 میلیون آواره و مهاجر و ویرانی کشور آن را از پا در آورد و گلیم امپراتوری شوروی و کمونیسم جهانی نیز برچیده شد. در ادبیات سیاسی شوروی مجاهدین افغان به نام اشرار یاد می شدند، اما در ادبیات سیاسی غربی از آنجا که به کلمه جهاد ترجمه مناسبی دریافت نمی شد، بناً عین لفظ جهاد و مجاهد در ادبیات سیاسی غربی هم قبول و هم استقبال شد. کشورهای غربی و در رأس آن ایالات متحده امریکا از جهاد افغانستان پشتیبانی کردند و جهاد افغانستان نیز مطلب و آرزوی تاریخی امریکا و غرب را به ارتباط سقوط کمونیسم جهانی و ختم جنگ سرد برآورده ساخت و زعامت سیاسی جهان را از 2 قطب به 1 قطب تغییر داد.
دهه 90 1990 همچنان یک دهه خونین بود، اما افتخار آفرین نبود و هم برای ما و هم برای جهان به عوض موفقیت و افتخار ناکامی و خجالت بار آورد. ملت ما و مخصوصاً مدعیان قدرت سیاسی آمادگی و ظرفیت گرفتن مسئولیت را نداشتند و در فرصتی که بازسازی کشور صورت می گرفت بازویرانی آن به عمل آمد و در موقعی که ثمر جهاد افغانستان، جمهوریت‌های شمال افغانستان و کشورهای اسیر اروپای شرقی را آزاد ساخته بود، در داخل افغانستان برادرکشی و جنگ‌های داخلی در گرفت و جهانی که در آوان جهاد در پهلوی ما بودند در این دهه ما را فراموش کردند. من به خاطر دارم که در ستیت دپارتمنت و در اداره نشنل سیکوریتی قصر سفید و در کانگرس به دوستان امریکایی گفته بودم من به حیث یک افغان و هم به حیث نماینده خاص مرحوم اعلیحضرت پادشاه سابق افغانستان در این ملاقات ها به دوستان امریکایی خود گفته بودم که خالی گذاشتن فضای سیاسی و جغرافیایی افغانستان به دشمنان شما موقع می دهد تا آن را به نفع خود به کار برند و از آن به ضد شما استفاده نمایند. بالاخره شما به افغانستان خواهید رفت، اما در جنگ میان شما و دشمنان شما مردم ما پایمال می شوند. دهه 2000 مخصوصاً از 2001 تا امروز در تاریخ امریکا و در وقایع سیاسی افغانستان و در روابط بین المللی خصوصیات بسیار مهم و حتی بی‌نظیر دیده می شود. واقعه 11 سپتامبر 2001 در نیویورک و واشنگتن امریکا را به نحوی و جهان را به نحوی تکان داد. در امریکا حالت نهایت فوق‌العاده نظامی و سیاسی ایجاد شد و تصامیم سیاسی و عسکری در چنین حالت البته با بسیار عجله و شتاب اتخاذ می‌گردد و موقع پیشبینی نتایج و ابعاد منطقوی و جهانی قضیه نیز میسر نمی‌باشد. واقعه در امریکا واقع شد و اکثر متهمین آن از اتباع کشورهای بسیار دوست امریکا بودند. در میان آنها یک افغان هم نبود، اما سایه تعقیب و مجازات و جنگ با آنها افغانستان بود. بعداً آن تعقیب و مجازات عنوان جنگ با تروریسم را به خود گرفت. ایجاد یک نظام و زعامت سیاسی در افغانستان و پروژه های بازسازی و کمک به افغانستان نیز همزمان روی دست گرفته شد. حالت اضطرار سیاسی در امریکا به حدی بود که نخست تصمیم نظامی و سیاسی گرفته می شد و سپس راه های مشروعیت آن سراغ می گرد. در دسامبر 2001 کنفرانس معروف بن ظاهراً تحت نظارت مؤسسه ملل متحد دایر گردید. 4 هیئت افغانی با ترکیب مختلف و ناقص که به هیچ صورت یک مجلس ملی افغانی گفته نمی‌شد گرد هم آمدند. با تمام کم و کاست آن مجلس باز هم می‌خواست تصمیم تا حد آزاد بگیرد، اما فیصله از قبل گرفته شده در زعامت اداره موقت افغانستان
تحميل وتطبيق شد. من در مرکز مسئولیت و سرنوشت کنفرانس بن قرار داشتم. با رعایت حالت اضطرار در امریکا و احترام توقع و انتظار مردم افغانستان، با دیگر اعضای کنفرانس قبول کردیم فیصله‌ای که قبل از بن اتخاذ شده بود از بن صادر شود. اما گفته بودیم که این اداره فقط برای 6 ماه وظایف مشخصی را اجرا کند و این اشخاص دوباره مطرح نگردند و بعد از 6 ماه عجله و اضطرار خاتمه می‌یابد و در زعامت افغانستان تصمیم ملی افغانی باید اتخاذ گردد. اما متاسفانه آن 6 ماه به 12 سال تمدید یافت و در طول این مدت حتی وظایف همان 6 ماه که تأمین امنیت و صلح و اعاده با کرامت میلیون ها مهاجر به کشورشان بود تا هنوز تکمیل نگردیدند و در عوض حالاتی رخ داد که در نتیجه آن هزاران فرزند امریکا و کشورهای همپیمان و صدها هزار افغان جانشان را از دست دادند و صدها میلیارد دلار در سایه نظامی و ده ها میلیارد دیگر به نام بازسازی افغانستان مصرف و اکثر آن حیف و میل شد. ولی نه امنیت و صلح تأمین گردید، نه تروریسم از بین رفت و نه آوارگان افغان به وطن برگشتند و متاسفانه معیارهای اعتبار و احترام بین المللی نیز صدمه دید. یک خصوصیت بارز این دهه در آن بود که افغانستان در طول تاریخ برای اولین بار به این پیمانه در محور توجه و کمک جهانی قرار گرفت. فرصت‌های استفاده از کمک‌های جهانی به شکل بی‌سابقه نصیب افغانستان شد. اما در پایان یک عده دستاوردها که البته قابل انکار نیست و در عین حال در خلال کافی یک عده دستبردها که آن هم قابل انکار نیست، بدبختانه عنوان کشور درجه اول در فساد به سوی جهانی به نام پاک افغانستان لکه خجالت و شرم وارد ساخت. در بیشتر از 30 سال گذشته افغانستان نظام‌های متعدد دست نشانده و اسیر کشورهای خارجی را تجربه نمود. قربانی میلیون‌ها افغان در جنگ و بیچارگی و ناتوانی و فقر و آوارگی بیشتر از 90% نفوس افغانستان در داخل و خارج کشور یگانه فاجعه و مصیبت ملی افغانستان نیست، بل فاجعه بزرگتر در آن است که بنیاد وحدت ملی افغانستان سخت صدمه دیده است. اصطلاح فتنه انگیز و نفاق انداز ملیت ها به عوض و معنی اقوام در آوان اشغال شوروی وارد ادبیات زبان های ما شد و نویسندگان و نطاقان و رسانه‌های ما دانسته و ندانسته آن را به کار بردند. هیچ کس متوجه نشد که افغانستان فقط یک ملت دارد و یک ملت صرف دارای یک ملیت است و اقوام متعدد اجزای یک ملت واحد می باشند، نه ملیت‌های مختلف در میان یک ملت واحد. تفریق میان اجزای ملت‌ها، بر هم انداختن و از هم جدا ساختن آنها خصوصیت بارز قدرت‌های استعماری جهان است. در کشور ما هر طرفی که منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت
چی در سطح منطقه و چی در سطح جهان در ایجاد اختلال در وحدت ملی ما کوتاهی نداشته و این امر سبب شد تا مصیبت ملی افغانستان ادامه بیابد و سرنوشت سیاسی و ملی افغانستان در مسیر بازی‌های بزرگ سیاسی جهان قرار بگیرد. هر طرفی از میوه‌های این باغ بی دیوار و بی پاسبان استفاده کند، بجز صاحب آن باغ ملت مظلوم و محروم افغانستان. دست دراز منافع خارجی در کشور ما از کوتاهی زبان و دست خود ماست. بنیاد نظام‌های سیاسی 3 دهه گذشته ما متکی به اراده آزاد مردم ما نبوده، گاه در ماسکو و گاه در پاکستان و ایران و گاه در واشنگتن و بن ارکان و عناصر حیات سیاسی ما تعیین شدند. در طول این مدت ما از 3 اصل و ارزش انسانی که حق طبیعی هر جامعه آزاد بشری است محروم بودیم. و آن 3 اصل عبارتند از صلح و امنیت، عدالت و خود ارادیت. این ارزش ها اگر از دست رفته باشند خود به خود به دست نمی آیند و به حیث تحفه و هدیه نیز از بیرون اهدا نمی شود. بیداری ملت افغان، نیرو و بازوی جوانان افغان، مغز و تفکر و اندیشه و دانش طبقه روشن فکر و منور افغان، گذشتن از اعتبارات قومی، زبانی، مذهبی و کاربستن به وحدت ملی افغانستان، راه‌های رسیدن به این ارزش‌ها را هموار می‌سازد. از کجا باید آغاز کرد؟ سوالات اساسی کدام اند؟ 2 مطلب عاجل فعلا اذهان مردم ما را مشغول ساخته است: خروج قوای خارجی و انتخابات ریاست جمهوری در 2014. سوال اساسی در نظر من اینها نیستند، بل سوال اساسی تأمین صلح و امنیت و اعاده وحدت و تمامیت ملی افغانستان است. آیا این اهداف از طریق انتخابات و یا به محض خروج قوای خارجی تحقق می‌یابد؟ آیا تمام طرف‌های جنگ در انتخابات اشتراک خواهند کرد؟ آیا وضع امنی در کشور انتخابات را ممکن خواهد ساخت؟ در رابطه با اصل انتخابات مشکلی وجود ندارد و این اصل در اساسات اسلامی و در نظام سیاسی عصری قابل قبول است. اما تجربه ما در 10 سال گذشته مشروعیت انتخابات ما را زیر سوال برده است. انتخابات در حالت جنگ و حالت نظامی موجود در کشور ما فقط شعار یا نمایش انتخابات خواهد بود، نه حقیقت آن. نیاز اول کشور ما قطع جنگ و تأمین صلح است و آن بدون ایجاد یک نظام سیاسی متکی به اراده اکثریت مردم و قابل قبول برای طرف‌های جنگ ممکن شده نمی‌تواند. بنابراین تهداب نظام سیاسی که در بن کج گذاشته شده بود باید راست شود و حالت سیاسی و امنی در کشور که به هیچ صورت یک حالت مطلوب نیست به حالت ثبات و عادی برگردد.
برآمدن از بحران یا شبیه بحران یک باره به حالت عادی امکان ندارد. شما نمی توانید مریض را از بستر شفاخانه رأساً به کرسی اداره بنشانید. تنظیم یک دوره انتقال و یا زعامت موقت به نظر ما یک امر ضروری است. دو حرکت ملی افغانی از چند سال به این طرف طرح یک زعامت موقت 3 یا 4 ساله را که اعضای آن از خارج طرفهای جنگ و از عناصر بی‌طرف و تکنوکرات و نیکنام افغان تشکیل شوند پیشنهاد نمودند. انجمنها و مؤسسات و شخصیت‌های زیادی از داخل و خارج کشور آن را حمایت و تأیید نمودند. حرکت وحدت و آزادی افغانستان که در امریکا به حیث اولین حرکت افغانی دارای حق لابی ثبت شده است و افتخار دعوت شما را به اجتماع امروز دارد و حرکت ملی و فعال خپلواک افغانستان که هر دو حرکت تنها به معیار اسلامیت و افغانیت بدون هیچ نوع اعتبار دیگر اعاده و تأمین صلح را از همین طریق پیشنهاد نمودند. کار در این راستا از طریق انتقال و نشر مفتوره در داخل افغانستان و جلب جامعه جوان، جامعه تعلیم یافته و عناصر ملی بیزار از جنگ و فساد آغاز یافته و پلان کار عبارت از حرکت به طرف ایجاد یک جبهه وسیع ملی در داخل افغانستان است و از خلال آن یک جرگه یا شورایی که به صورت نسبی ممثل واقعیت‌های افغانستان باشد در داخل یا خارج تشکیل می شود و این شورا می تواند یک دوره موقت را تنظیم نماید. بهتر خواهد بود تا مؤسسه ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی سابق کنفرانس کشورهای اسلامی از این عملیه نظارت نماید. زعامت سیاسی، زعامت موقت سیاسی در آن صورت نشانه دست نشاندگی نداشته و اتکای آن بعد از قدرت خداوند به نیروی ملت افغان خواهد بود و دوستی و همکاری و روابط خود را با همسایگان و منطقه و جهان در همین محور آغاز و تنظیم خواهد کرد. در موضوع خروج قوای خارجی، خروج قوای خارجی از افغانستان مانند دخول آنها در 12 سال قبل متکی به اراده و تصمیم ما نخواهد. در حالی که این قوا در طول سالها زمین و فضای ما را در اختیار داشتند، ما از نعمت امن و صلح محروم بودیم و با آن اگر این کار صورت بگیرد ولو بعد از یک انتخابات فرمایشی و نمایشی و با گذاشتن حالت امنی به وضع موجود و احتمالاً بدتر از آن، بدون امکانات و تدابیر مؤثر امنی جدید و بدون تشکیل یک زعامت ملی و قانونی و مسئول، این 3 کلمه را تکرار میکنم که در افغانستان تا وقتی که یک زعامت ملی، قانونی و مسئول تشکیل نشده باشه، این وضع افغانستان را خدا نخواسته دوباره به دهه 90 و بدتر از آن خواهد بود. افغانستان و امنیت و آزادی آنها، افغانستان و امنیت و آزادی آن به خود افغانها تعلق دارد و یک دولت مسئول و مکلف و ملی به توفیق خداوند توانا و بزرگ می تواند وحدت و تمامیت افغانستان را حفظ کند.
خداوند بزرگ دروازه های رحمت و عنایت خود را بر روی افغانستان بکشاید. خداوند به حال مسلمانان جهان و ملت مسلمان افغانستان رحم بفرماید. خداوند فرزندان صالح و صادق افغانستان را در حفظ و امان خود داشته و با آنان توفیق نجات کشورشان را از حالت ذلت و فساد و تبعیت عنایت بفرماید. خداوند جامعه بشری و جهان انسانی را جهان آرام، آزاد و جهان تحقیق کرامت، عدالت و مساوات بگرداند. و ما ذلک علی الله بعزیز و الله ولی التوفیق. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب بیننده عزیز و ارجمند، با سلام مجدد در خدمت شما عزیزان قرار داریم. صحبت‌های آقای سیرت در سمپوزیوم دوستای عزیز شنیدیم. ماندار آقای سیرت صحبت‌های خوبی کردن و در مسائل سیاسی افغانستان به اصطلاح مردم یادی طولا دارن. در موضوع کنفرانس بن بودن و پیشنهاد از اونها یک پیشنهاد جالب است. اما در پالوی حرکت وحدت ملی افغانستان، حرکت وحدت و آزادی افغانستان، یک حرکت ملی اخپلواک افغانستان که آقای شنوری پیش میبرن، او کدام یک حرکت جداگانه است و یا او همراه شما یک جای هستن؟ بله، بسیار یک سوال خوب است. البته ما در این جای شک نیست که جناب شنواری صاحب یک شخصیت بسیار ملی و یک شخصیت بسیار بافهم و بادانش است و ما به موجودیتش افتخار میکنیم و اینا حتما شاید که در مسائل مبارزات خود از ما که در قدامت داشته باشند. ولی اهداف پیش ما بسیار مهم است. هدف اساسی، اگر اساسنامی از اونا را با از ما را شما مطالعه کنین، تقریبا با هم 95% با هم برابر است و هیچ گونه اختلافی ما نداریم و روی امی هدف مشترک ما با هم یک جای شدیم. و همچنان ما البته از تمام حرکت‌های ملی که در درون کشور و در بیرون کشور وجود داره، آرزو داریم که ما یک وحدت ملی را با امی پیوندهای یک دیگه به وجود بیاریم تا امی تفاوت‌هایی که در درون افغانستان به وجود آمده را میره نجات بدیم. و البته اینا همکاری بیشایی وقت ما دارن، ما به موجودیتشان و به همکاریشان سخت افتخار میکنیم. یقینا آقای شنوری آدم ملی هستن، برنامه‌هایشان رو میبینیم. آقای سید نعیم، صحبت‌های آقای سیرت شنیدیم، البته یک طرح هست و در برنامه‌های ما عزیزان میاین طرحهای خود برای مسائل افغانستان پیشنهاد میکنن یا میگن، اما از طرف دیگه ما میبینیم که تب انتخابات در افغانستان بسیار زیاد داغ است و امروز سبا کاندیدای ریاست جمهوری میرن خود ثبت نام میکنن. مطبوعات افغانستان شدیداً سر انتخابات پافشاری داره. ایالات متحده امریکا سر انتخابات پافشاری داره. چرا؟ به خاطر از اینکه ولو که ما بسیار ناراضی هستیم، ما افغان ها، که کمک های اقتصادی بر افغانستان نشده، اما لگسی و کارنامه امریکا در افغانستان، قانون اساسی، پارلمان، انتخابات، آوردن دموکراسی، حفظ حقوق زنها، حقوق بشر و دستاوردهای اقتصادی است. چطور امکان داره که ایالات متحده امریکا در طول یک وقت اساس از تمام لگسی خود تیر شوه و یک حکومت موقت در بطن یک حکومتی که وجود داره تشکیل شوه؟ بسیار سوال، تشکر سوالتان، سوال بسیار مهم است. دوستی به ذهن تمام برادران ما همین سوال است. اما در ما نمیتونیم جلو انتخابات و تصمیم امریکا یا جامعه ملی رو بگیریم. ما این پروسه رو پیشنهاد کردیم که انتخاباتش، ما مخالف انتخابات نیستیم، ما میخواییم که یک انتخابات شفاف و درست که اما مثل که میگم دموکراسی را ما احترام میکنیم، حق مردم احترام، اما حق مردم پامال نشه. حق مردم اقلا در انتخابات به شکل شفافش با سر افغانستان اقلا 60-70% افغانستان بتونه انتخابات صورت بگیره، که حق مردم با مردم. انتخابات اصل اسلامی است. بله. هیچ کسی نمیتونه از این کار کنه. اما انتخابات نباید آدم وسیله بسازه. نباید انتخابات وسیله بسازه که خود به قدرت برسانه. نباید مردم افغانستان سر حقوقشان پای بانه. این به حق مردم جفاست. انتخابات شفاف در شرایط